سالگرد قیام‌های سال 88 و کابوس بی‌پایان سرکردگان نظام ولایت فقیه از خطر قیام و مجاهدین. جنبش سبز اموی، پیرو راه رجوی، جنبش سبز اموی، پیرو راه رجوی. آخوند احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه خبرگان ارتجا: فتنه‌گران در فتنه 88 مقابله با اصل ولایت را هدف قرار داده بودند. اگر مدیریت ولایت فقیه نبود، نظام 7 کفن پوسانده بود. عاشورای تهران را مبدل به میدان جنگ و گریز کردند. غیظ خرچنگ ولایت فقیه علیه رهبر مقاومت. یک کسی گفته بود که مردم ایران می دانستند چه نمی خواهند. رژیم شاه را نمی خواستند، اما نمی دانستند چه می خواهند. در عاشورای 88 فتنه‌گران می گفتند سنگ باران کنید احمد خاتمی را. اگر نتوانستید بکشید، کلت بزنید. عاشورای تهران را مبدل به میدان جنگ و گریز کردند. پیش نماز داره نماز ظهر عاشورا میخواند، سنگ به پیشانیش زدند. دیدن که جوانی با همسرش دارن میان، گفتن خودشه، از ماشین پیاده کردندش، زدندش. این طلبه ناچیز روز عاشورای سال 88 تهران بودم. خب امام جمعه تهرانم و عملاً با تهران آمد و رفت دارم. خیابانهای تهران میدان جنگ بود روز عاشورا. رفتم نماز بخوانم در یکی از میادین معروف تهران، دیدم بیش از اندازه نیرو آمده. برای من تعجب بود، حالا این طلبه ناچیز باید حفاظت بشه، حالا دو نفر سه نفر. این که نگاه کنم دیدم دو سه صف نیروهای حفاظتی آمدند. گفتم چه خبره، اینقدر حفاظت نمیخوام. گفتن سنگ باران کنید خاتمی رو، اگر نتونستید بکشید کلت بزنید و بکشید. این صحنه ای بود که خودم در تهران لمس کردم. مسئله ولایت فقیه ستون فقرات انقلاب اسلامی است. یک کسی گفته بود که مردم ایران می‌دانستند چه نمی‌خواهند، رژیم شاه را نمی‌خواستند، اما نمی‌دانستند چه می‌خواهند. مردم می‌دونستند، شما یا نمیدانستید یا خودتون رو به ندانستن زدید، یعنی خطتون رو از مردم شما جدا کردید. مردم میدانستن چه میخواهند. پیام مسئول شورای ملی مقاومت به مناسبت 13 سالگرد انقلاب ضد سلطنتی.
22 بهمن 1370. کافی نیست آدم بدون چی نمیخواد، چون رژیم شاه رو همه نمیخواستند، بلکه باید آدم بدونه که چی میخواد، یعنی دقیقا بشناسه که چی میخواد. اگر آدم بدونه که چی میخواد، آخه آزادی و آخوند، آزادی بسم الله هست، آخوندم جن، رابطهشون مثل جن است و بسم الله. پیام مسئول شورای ملی مقاومت به مناسبت 19 سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 22 بهمن 1376. میدونید نقطه ضعف اون دریای مواج و پرتب و تاب جنبش های خودانگیخته در 2 دهه پیش کمبود عمق و آگاهی سیاسی بود. مردم ما میدونستن چی نمیخواند، شاه رو و رژیمش رو، اما خیلی خوب معلوم نبود که چی میخوان. اینطور بود که از فردای سقوط رژیم شاه انواع و اقسام مدعی های سیاسی، انواع و اقسام میوه چین ها، فرصت طلب ها، فضا که مناسب شده بود، خودشون رو انداختن توی میدون. خب هیچ کدوم از این آخوندها نبود که در روزگار سختی در زمان شاه مرد میدون باشند، اما حالا هرچه بخواید همه افراد و جریان ها مدعی بودند با انواع و اقسام اسامی و ادعاها و سابقه سازی ها. اما حالا همه افراد، همه احزاب، همه جریان ها در این کشاکش بزرگ، در کشاکش تجربه ها به روشنی محک خوردند و ماهیت خودشون رو بارز کردند. معلوم شد که هر کس چی تو چنتش هست و از این بابت اینطور به نظر میرسه که برای تضمین آینده، برای مسئولیت در برابر انحراف و ارتجاع، گویا که عبور از این دوران، دوران تلخی که گذشت، یک حلقه ضروری بوده. قیمت پیشرفت است و تکامل.